به نام خدا. سلام عرض کنم خدمتتون. جونیور وای هستم از تیم دیکودر و شما دارید اپیزود ششم کورس ساخت دو بازی اوتلو و کانک فور رو مشاهده میکنید. دوستان به قسمت آخر کورس رسیدیم. این آخرین قسمتی است که داریم ضبط میکنیم و توی این قسمت هم قرار هستش که راجع به بازی اوتلو صحبت بکنیم و بهتون تمامی نکاتی که برای ساخت این بازی لازم هستش که بدونید رو بگم. اما قبل از اینکه بریم سراغ بازیمون، من جا داره یه چند تا نکته رو خدمتتون عرض بکنم. یه سری از دوستان خب به اون آیدی که ما در بیو کانال قرار دادیم پیام دادن و گفتن که موقعی که ما پروژه هامون رو داریم نشون میدیم از ما یه سری سوالاتی میشه نسبت به اینکه مثلا شما این بازی رو با استفاده از چه منطقی ساختید، اسم منطقتون چیه و یه جوری همو سوال میپرسن انگار که مثلا ما بس میرفتیم درس این رو میخوندیم و میومدیم و حالا بهشون جواب میدیم. ببینید دوستان، با وجود این سوالات من فکر نکنم خود استاد میراوی داره پروژهاتون رو چک میکنه، یعنی حسی کنم یه شخصی رو تعیین کرده. من بازم نمیدونم چون روش استاد میراوی تا ترم پیش اصلا این مدلی نبود. ایشون فقط و فقط از شما میخواست که خودتون بازی ساخته باشید و بازیتون درست کار بکنه و اصلا کار نداشت که حالا مثلا شما بازی اوتلو رو اومدی از منطق حلزونی حل کردی و اینکه اصلا منطق حلزونی چی هست. نه، اصلا شما لازم نیست که برید ببینید که مثلا تو دنیا چه منطق هایی برای ساخت این بازی هست. شما یه دونهشو یاد بگیرید، همون رو بیاید پیاده‌سازی کنید. من خودم زمانی که این دوتا بازی رو ساختم، من که دست سه رو ساختم و اون موقعی هم که شروع کردم به ساخت این بازی و قشنگ این بازی رو یه دانلود کردم، چند سری بازی کردم، منطقش دستم رو کاغذ الگوریتمش رو نوشتم و سعی کردم به هدف بازی تا جایی ممکن نزدیک بشم و بازی رو بسازم و اصلا سراغ این نرفتم که برم ببینم چه منطقهایی برای مثلا زمانی که میخواد چک بکنه که کدوم خونه ها میتونن خوی خونه پیشنهادی برای بازی باشن و چک بکنم. نه، خودم با خلاقیت خودم این کار انجام دادم و به شما این توصیه رو میکنم تا جایی که ممکنه خلاقیت خودتون برای ساخت این بازی استفاده بکنید، به این خاطر که ممکن هستش که روشی که مرفتن یه روش واقعا طولانی باشه و شما یه روش بهتری اصلا خلق کنید یا یه روش خلاقانه تر. در نتیجه من توصیه‌ام به شما اینه، چون حس میکنم شخص دیگری غیر از خود استاد میرابی داره پروژه رو چک میکنه، شما حتما یه سرچ تو اینترنت بزنید و ببینید که مثلا این بازی چه منطقهای معروفی داره و زمانی ممکن از تو سوال بشه و خب موقع دیگه بتونید جواب بدین و بی جواب نباشید تو اون لحظه. ولی خب ما دیگه حالا میگم چون اینجوری خودم ساختم همینجوری هم توضیح میدم و فکرم نکنم ایرادی هم داشته باشه. میریم سراغ بازی. ببینید دوستان، من اگه بخوام اگه میخواستم این بازی اوتلو رو براتون از اول خودم کدشو مینوشتم، ما فقط 4-5 جلسه، هر جلسه هم 20-30 دقیقه میخواستیم، به این خاطر که خب اگه من به قسمت سورس کدم برم، شما در انتها خواهید دید که این بازی مثلا فقط کلاس جی فریمش 3242 خط کد بوده. خب من اگه بخوام همه اینا رو شروع کنم، درسته یه مقداریش رو خود ارزم به حضور شما تو خود این کلاس بزرد پیش فرض هست یا زمانی که شما کامپوننتی ایجاد میکنید داخلش نوشته میشه، اما اونام اونقدری نیستن، میشه چشم پوشی کرد. فکر کنم تاییدش همون 242 خطه که خود آی دی ای برای شما مینویسه و اون 3000 خط تو خودمون باید بنویسیم و واقعا کار سختی میشد. برای همین اومدم این توابعی که استفاده کردم و همه رو برم اینجا همه رو بستمشون که خب حالا تمامی کدهاشو مثلا نشون ندم و اومدم یک چکیده ای از هر کدوم از این متدها توی فایل نوتپد نوشتم و بهتون توضیح خواهم داد که این چکیده چی هست و کمکتون میکنم که بتونید اینا رو خب به حال به یک متد کامل تبدیل کنید و بنویسید. بیاید از همون ابتدای بازی پیش بریم، بازی رو ببینید. اول 64 تا باتن ایمپورت کردم که تو قسمت پروپرتیزشون هم زمانی که شما میرید، من این رو برم تو قسمت پروپرتیز شما، مثلا پروپرتیز هر باتن رو که شما مشاهده بکنید، متاسفانه این قسمتش بسته شده، حالا مهم نیستش، توی قسمت سایزشون هوریزونال سایز و ورتیکال سایز همه این باتن ها 25 هستش. اسمشون رو همه رو از جی باتن به بی آندرلاین، حالا عدد مورد نظر مثلا اینجا 48 رومین باتنه، اگه من
از بالا به پایین و به صورت چپ به راست برم این میشه 48می، بی آندرلاین 48، همه رو این گونه نامگذاری کردم. یه باتن دارم به اسم استارت و دو تا لیبل دارم، یکی به اسم شوتر و یکی خب اسم بازی داره نمایش میده. و این لیبلی که ترن شو هستش لیبلیه که ما توی برنامه حالا میایم بر اساس اون نوبت بازیکن، اگه مثلا نوبت بازیکن مشکیه توی ترن شو می‌نویسیم بلک ترن، اگه نوبت بازیکن سبز توی ترن شو می‌نویسیم گرین ترن. خب من بازی رو ران بکنم. ببینید دوستان، ما این نکات گفتیم راجع به بازی جدولی، گفتم بهترین کار توی زمانی که شما دادی بازی جدولی میسازید اینه که تمامی خونه های این جدول رو داخل یک آرای دو بعدی از نوع جی باتم بریزید. خب ما اومدیم این کارو کردیم تو قسمت سورس، یعنی من اگه به ابتدای سورس کدم بیام شما اینجا مشاهده خواهید کرد که بنده اینجا یک آرای به اسم بی دارم. البته دلیل اینکه اینو نه، یعنی هر داره نه خونه است، این هستش که چون نمیخوام از خونه صفرم استفاده بکنم و از یک تا هشته، به این خاطر اینا رو نه گذاشتم که دیگه وسط کار گیج نشم. بعد خدمتتون عرض کنم که اومدم از یه متغیر بولیم به اسم ترن استفاده کردم که زمانی که فالسه اینجا نوشتم، زمانی که ترن ما ترو هست نوبت بازیکن گرینه و زمانی که ترن ما فالس هست نوبت بازیکن بلکه. و 4 تا عکس هم ایمپورت کردم به پروژم، گرین وان که هر وقت ست آیکون میشه اون باتن تبدیل میشه به باتن سبز رنگ، بلک وان که یک تصویر سیاه هستش که زمانی که ست آیکون هر کدوم از باتن های من به بلک وان تغییر پیدا بکنه اون باتن سیاه میشه. و این هم برای گزینه های پیشنهادیمه، یعنی زمانی که خونه ها اون خونه ها شرایط اینو دارن که یک خونه پیشنهادی باشن، حالا بر اساس ترن، اگه ترن ما ترو بود خب اون دکمه پیشنهادی سبز رنگ خواهد شد و اگه ترن ما فالس باشه اون دکمه پیشنهادی ما سیاه رنگ خواهد شد. و خب توی قسمت کانک فور رو هم توضیح دادم که شما بایستی برید همون جایی که پروژهاتون ذخیره میشه، مثلا من توی داکیومنتس نت میس پروژه اس پروژهتون رو پیدا کنید، اوتلو وارد پوشه اس آر سی بشید، وارد پوشه پکیجتون که مثلا اینجا مال من اوتلو هست بشید، این عکس‌ها رو اینجا کپی پیست کنید و با استفاده از ایمیج آیکون اون آدرس‌ها رو، یعنی اون ایمیجایی که دارید رو آدرسش رو میدیم به خدمتتون عرض کنم متد ایمیج آیکون و اینو داخل یک متغیری از کلاس ایمیج آیکون می‌ریزیم. و زمانی که دیگه از کلمه گرین وان استفاده می‌کنیم منظورمون همین عکسی هستش که توی این آدرس قرار داره. بله این آدرس هم داخل این کانستراکتورها قرار دادیم و اینا رو دیگه لینک می‌کنه به همین شی‌ها. یک دکمه استارت توی بازی کانک فور داشتیم، انجام داریم و دقیقا همون کاری میکنه که تو بازی کانک فور انجام میداد، یعنی میاد این دکمه استارت، من پیداش کنم چون 65 تا باتن هست هر کدومم طولانی، این باتن استارت ما هست که یک باتنی رو توش که توابعی داره به اسم میک باتن. میک باتن همون متدی هستش که میاد مقدار دیگه اولیه میکنه اون آره ما رو، یعنی میاد تمامی بازی ران کرده بودم، ببخشید من فکرم که ران نشده بازی، میاد تمامی خونه این 64 تا باتنی که من جا دارم رو داخل یک آرایه، داخل همون آرایه که تعریف کردیم میریزه. الان اینجا که شما نگاه کنید ببینید متد میک باتن فیل آرای ویس جی باتن کامپوننت، و مثلا میگفتیم بی 1 1 رو مساوی بی آندرلاین 1 بذار، بی 1 2 رو مساوی بی آندرلاین 2 بذار و تا انتها همینجور بره جلو. بعد زمانی که رو استارت کلیک میشه، خب بذارید کلیک بکنم که چه اتفاقی میفته. ببینید این 4 تا خونه به صورت یک ایکس که رنگ ها در مقابل یک دیگه قرار میگیرن رنگ میشه. الان 4 و 4 گرین شده، 4 و 5 بلک شده همونطور که دارید مشاهده میکنید، 5 و 4 هم بلک شده و 5 و 5 هم اینجا همونطور که میبینید گرین شده. خب بعدش متد فری باتن اجرا میشه. متد فری باتن متدیه که میاد تمامی دکمه های شما رو از اینجا تا اینجا، یعنی از ابتدای آره تا انتهای آره، تمام خونه ها رو چک میکنه. اون خونه هایی که شرایط این رو دارن که یک دکمه راهنما باشن
یعنی یک دکمه پیشنهادی، مثل این چهار تا دکمه که شما اینجا میبینید، یعنی این چهار تا دکمه پیشنهاد شده به کاور برای کلیک. یکی این چهار تا رو بعد کاور انتخاب بکنه و کاور نمیتونه دکمه دیگه انتخاب بکنه. و خب همونطور که توضیح دادم اینو بستگی به شرایطشونه دیگه، چون اینجا من این مهره مشکی دارم، اینجا رو میتونم مشکی بکنم و این سبز رنگ بینشون هم مشکی بشه. متد فری باتن رو اینجا فراخوانی میکنم که بیاد دکمه های پیشنهادی من رو بر اساس ترنم که حالا اینجا بلک هست بهم بده. بریم ببینیم متد فری باتن به چه صورت هستش. خب دوستان دقت کنید، من متد فری باتنم رو به این صورت نوشتم، شما هر صورت دیگه میتونید بنویسید، اصلا فکر نکنید که فقط همین یک روش وجود داره، نه من این روش استفاده کردم، شما میتونید به وسیله خلاقیت خود و شاید روش بهتری به نظرتون برسه. من گفتم میام از این خونه تا این خونه رو به وسیله دو تا فور میگردم، آی از یک تا هشت، جی هم از یک تا هشت، که خب این داره سطرها رو میگرده و اینم داره ستونها رو. چک میکنم آیا اون خونه مورد نظر من بلک و گرین نباشه. خب بعضا واضحه خونه هایی که میتونه خوی خونه پیشنهادی باشن نباز خونه رنگ شده باشن دیگه. خب اگر نبودن میام حالا چیکار میکنم؟ میام به وسیله دو تا فور دیگه از اینجا تا اینجا اون خونه های رنگ شده مورد نظر خودم نسبت به ترن رو پیدا میکنم. یعنی چی؟ شما تصور کنید الان نوبت بازیکن بلک و من تابع فری باتن رو فراخوانی کردم، درسته؟ خب من بایستی بیام دکمه های پیشنهادی رو نسبت به نوبت هم بدم، یعنی الان وقتی نوبت مثلا بازیکن بلکه، من بایستی به بازیکن بلک خونه پیشنهادی بدم. خود زمانی که میخوام به بازیکن بلک خونه پیشنهادی بدم، بعد بگرم ببینم کدوم خونه ها بلک هست و این خونه های خالی آیا میتونن با اون خونه هایی که رنگ شده هستن، مثلا این خونه، الان این خونه رو شما ببینید، این خونه خالی با این خونه بلک رابطش درسته، به این خاطر که اومدن یک سری، حالا اینجا یه دونه دکمه است، دکمه سبز رنگ رو محاصره کردم و من اگر اینجا کلیک بکنم تمام این دوتا دکمه مشی میشه. خب پس میام به وسیله یک فوری که حالا امش از یک تا هشت، ام همون سطر، این هم همون ستونه، میگرم میام چک میکنم که ببینم اون بی آی جی من بلک یا گرین هست یا نه. خب اینجا دیگه شما بازی رو، شما اینجا متد رو به دو قسمت تقسیم کنید. یعنی چی؟ یعنی اگه ترنتون خب فالس بود بلک رو چک کنید، اگه ترن تو ترو بود گرین رو چک کنید دیگه. حالا من اینجا یه جا نوشتمش. خب حالا فرض کنم نوبت بازیکن گرینه و الان مثلا این خونه هم اولین خونه خالی بوده که پیدا کرده، اولین خونه فری باتنی بوده که پیدا کرده و اولین خونه رنگ بلک هم که پیدا کرده این هستش. من بایستی بیام رابطه این دکمه رو با این دکمه رو چک بکنم، اگر اون شرایط مورد نظر رو داشت اون میشه دکمه پیشنهادی. اما چجوری این رابطه ها رو چک کنیم؟ ببینید دوستان، تو ترجیح من این بود که من بیام روابط رو به چهار قسمت تقسیم کنم: روابط سطری، روابط ستونی، ببینید چک رو، چک کالم، روابط رایت دیاگونال، یعنی مورب راست. مورب راست یعنی چی؟ وقتی که شما از سمت چپ به سمت راست به صورت مورب حرکت بکنید، به این صورتی اشارگر موسمان حرکت کرد، میگن مورب راست یا همون رایت دیاگونال. و زمانی که شما از سمت راست به سمت چپ به صورت مورب حرکت بکنید، ما بهش میگیم لفت دیاگونال یا همون مورب چپ. من اومدم اینو به چهار قسمت تقسیم کردم و میام میبینم که مثلا الان این خونه با این خونه چه رابطه ای داره؟ آیا مورب راست، مورب چپ، سطری، ستونی؟ خب قطع به یقین این خونه با این خونه نه مورب چپ، نه راست، نه سطری، نه ستونی. پس این خونه عبور میکنه، از این خونه عبور میکنه، از این خونه عبور میکنه، از این نه همینطور، حتی از این خونه عبور نمیکنه، این خونه چون مورب راستشه مثلا. ولی چون من قصد ندارم مورب راست و چپ رو توضیح بدم، یعنی این دوتا رو به عهده خودتون واگذار کردم و فقط میخوام به تو حالت سطری و ستونی رو توضیح بدم، از این خونه میگذرم، این میگذرم، از این میگذرم، میام میرسم به اینجا. خب این خونه رو میخواد چک بکنه، یعنی بیاد توی این موقعی که به این خونه برسه، خب قطعا تو حالت سطری یه چیزی با هم دیگه نره، یعنی توی سطر نیستن، از این قسمت میپره میاد به قسمت چک کالن، یعنی میاد چک بکنه که این رابطه ستونی با هم دیگه دارن یا نه. خب رابطه ستونی من چجوری باید تعریف بکنم؟ کاملا واضحه، اون کارکتری که شماره ستون رو معرفی میکنه، مثلا برای این دکمه M بود،
ببخشید برای این دکمه N بود، همینطور که اینجا میبینید، و برای این دکمه هم J بود. این J و N با هم دیگه برابر باشه، یعنی توی یک ستون باشن، و فاصله ای که آی و Nشون، آی و Mشون، آی یعنی این سطری که شماره سطری که قرار داره و M این شماره سطری که قرار داره، فاصله این دوتا قدر مطلقشون بزرگتر مساوی دو باشن. یعنی چی؟ الان شما بیاید به طور مثال همین خونه که اشارهگر موسم روش قرار داره، شماره ستونش چنده؟ 1 2 3 4 5، درسته؟ خب شماره ستون یکی چنده؟ 1 2 3 4 5. پس شماره ستون هاشون با هم دیگه برابرن، به عبارت بهتر J با N برابره. حالا کافیه بیام رابطه آی و امشون رو با هم دیگه چک بکنم. این خونه توی چه شماره ستونی قرار داره؟ 1. این خونه چطور؟ 1 2 3 4. خب تفاضل 4 و 1 میشه چقدر؟ 3. بزرگتر مساوی 2. توجه داشته باشید که اگه تفاضل بزرگتر مساوی 2 نباشه، به این معنی خواهد بود که ما بین این دوتا خونه هیچ خونه ای نداریم، که حالا مثلا بخواد اون خونه هم به طور مثال رنگ سبز شده باشه و ما بخوایم رنگش رو به مشکی تغییر بدیم. به طور مثال الان شماره سطر این خونه چنده؟ 3. شماره سطر این خونه چنده؟ 4. 4 منهای 3 قدر مطلق تفاضلش چقدر میشه؟ 1. و بین این دو تا خب قبول دارید من نمیتونم مثلا چون اینجا مشیه اینجا نمیتونم خونه پیشنهادی بدم، به این خاطر که اگه اینجا خونه پیشنهادی بدم هیچ مهره سبز رو نمیتونم بلکش کنم، بنابراین درست نیست، یا باید اینجا باشه یا باید اینجا باشه. خب شرط ما رو داره، پس متوجه شدید که در حالت ستونی شما باید شرط ها رو به این صورت بذارید که آیو ببخشید جی و انشون با هم برابر باشه و تفاضل قدر مطلق آی و امشون بزرگتر مساوی 2 باشه. حالا اگر تمام اینها بود بیاد بشموره، یعنی شما یک فور دیگه بذارید که از این خونه تا این خونه بیاد تمامی خونهایی که توی این ستون قرار دارن رو بشموره. شماردنش هم کار سختی نیست، شما یه فور می‌نویسید داخلش متغیر قرار میدی به اسم کا، میای چک می‌کنی می‌بینی که کدوم یکی از اینها خدمت رو عرض کنم که شماره سطرش کوچیک‌تره، مثلا اینجا خب این شماره سطرش کوچیک‌تره، کارو می‌ذارید شماره سطر این و تا زمانی که به شماره سطر این برسه کارو پلاس پلاس می‌کنید. آیش هم که خب جیش هم که خب برابره دیگه، جی همه اینها مثلا برابر هستش با 5، میاد از اینجا تا اینجا رو میشمرید، مثلا گیرم 4 تا خونه است. اگر از اینجا تا اینجا یعنی بین این دو تا خونه یکی تو این 4 تا قرار داره، یعنی یه جوری حساب بکنید که مثلا شروعش رو بذارید شماره سطر این به علاوه 1 و تا زمانی که به این نمیرسه، یعنی تا زمانی که کوچیک‌تر از اینه نه کوچیک‌تر مساوی، خب در اصل همین دو تا خونه میشه دیگه. بشماره اگر ست آیکون اینها گرین بود یه کانتر میذارید میشماره، اگر اون اتفاق افتاد اون وقت این میتونه یه دکمه پیشنهادی باشه برای ما، که خب اینجا این دکمه پیشنهادی نیست، به این خاطر که من اینجا دو تا خونه سبز رنگ ندارم. اما این قسمت چرا؟ شما ببینید الان جی این با ان این برابره و تفاضل ام و آیشون هم بزرگتر مساوی 2 دیگه، خب برابر 2 توی شرط بزرگتر مساوی بودن 2 برابره، و اون خونه هم که بین این دو تا قرار داره گرینه، پس این میتونه یک خونه پیشنهادی باشه برای من. و زمانی که بود من ستایی کنه این خونه رو مثلا میذارم بیل، اگه مثلا اینجا شما بیل تعریف کرده باشید توی این قسمت، من اینجا چی تعریفش کردم؟ بیل. ستایی کنش رو میذارم بیل. حالا اگه مثلا بلک دیگه، حالا اگه نوبت گرین بود میذاشم GR، چیز خاصی نیستش اون. خب بگرم به همون دکمه استارتم. خب این از حالت سطر، این از حالت ستونی. حالت سطری چطور؟ حالت سطری هم دقیقا شبیه به حالت ستونی، فقط با این تفاوت که میاد چک میکنید که آی و امشون با هم برابر باشن. ببینید آی و ام یعنی شماره سطرشون، ببین مثلا این و این شماره سطرشون با هم برابره، برابر با 4ه، و تفاوت ان و جیشون، الان جی این 3 و ام و ان این هم 5، 5 منهای 3 قدر مطلقش میشه 2 دیگه، بزرگتر مساوی 2. اگر این بود حالا بیاد چک بکنه که بین اینا آیا تمام خونه هایی که وجود داره سبز رنگ هست یا نه، اگر سبز رنگ هست پس این میتونه یک دکمه
پیشنهادی باشه و ستایکون این دکمه رو میکنه بیل. خب دیگه برای مورب راست و مورب چپ هم خودتون بنویسید، فقط حواستون باشه ما الان همه اینا رو به ازای نوبت ترن نوشتیم، زمانی که تموم شد یک بارم به ازای نوبت گرین همه اینها رو بسی بنویسید، که خب اصلا چیز سختی نیستش که بخواد بترسونتتون، فقط یه کپی پیست و تغییر دادن یه سری کلمات، عوض کردن یه سری کلمات، مثلا بلک رو بکنید گرین، بیلو بکنید جی آر، همین. خیلی خب این از سابقه فری باتن. حالا یک سوال اینجا میمونه، ما چیکار بکنیم که فقط اون دکمه هایی کلیک بشن که توی فری باتن ما وضعیتش خوب بوده، یعنی وضعیت اینو داشتن که یه دکمه پیشنهادی بشن. شما میاید در ابتدای هر کدوم از این متد های این دکمه ها، مثلا الان نگاه کنین این متد دکمه بیاندلان 64، بیاندلان 64 کجاه؟ اینه، این بیاندلان 64. خب من اومدم قبلش یه ایفی نوشتم، یعنی قبل از این که بخواد اجرا بشه دو تا ایف میبینید، یه ایف از اینجا تا اینجا، یه ایف هم از اینجا تا اینجا. من چک کردم گفتم اگر گتایکونش مساوی مساوی جی آر یا حالا اینجا مساوی مساوی بی ال وان بود، اون وقت این بیاد متدهای مورد نظر ما رو بخونه، و اگر نبود این کارو نکنه. و خب الان میبینید که مثلا من زمانی که روی این دکمه کلیک میکنم، چون گت آیکونش نه خدمتتون عرض کنم که بی ال نه جی آر کار نمیکنه، ولی زمانی که روی این دکمه کلیک میکنم کار میکنه. چرا؟ چون گت آیکونش بی ال بود. خب پس حواستون باشه که این مدلی مینویسید دکمه رو. حالا ما میایم تو همون استارت ببینیم چیز دیگه هم هستش که لازم توضیح بدیم. خب فری باتن رو که گفتم، چک ترن هم خب میاد ترن رو چک میکنه دیگه، تا به چک ترن رو حالا پایینتر مشاهده میکنید، جلوتر توضیح میدم، ولی چیز خاصی هم نداره. میاد بر اساس ترن ما، مثلا اینجا الان ترن ما هستش ترو، ترو گفتیم یعنی گرین، چون ترو هستش set text این لیبل رو می نویسه green ter، و در انتهام اومد start.setEnableش رو false کرد همونطور که می بینید. خیلی خب این از این. حالا ما بیایم متدهای باتن ها رو بررسی کنیم، به طور مثال همین باتن 64 رو به عنوان نمونه بررسی میکنیم و تمام. خب ببینید دوستان، من متد فری باتن رو به شما توضیح دادم که چی هستش، یعنی گفتم مثلا زمانی که شما 64 رو کلیک میکنید الان فری باتن شده ها، خب چون شما رو استارت کلیک کردیم فری باتن شده. بذارید به طور مثال من روی یکی این دکمه هایی کلیک بکنم که الان دکمه پیشنهادی ما هستش. این خونه خونه چندم میشه؟ اینجا میشه 1 تا 8 9 تا 16 17 18 19. بذارید من دکمه 19 هم رو پیدا بکنم و رو همون بهتون توضیح بدم، اینجوری فکرم خیلی بهتر باشه. بله دکمه 19 هم. خیلی خوب ببینید دوستان، الان من زمانی که روی دکمه 19 هم کلیک میکنم چه اتفاقی میفته؟ چک میکنه گتای کنش رو. خب گتای کنش یا باید جی آر باشه یا بی ال، الان جی آر هستش، میاد توی این، میره توی تابعی به اسم ست گرین. تابع ست گرین قراره چیکار بکنه؟ تابع ست گرین قرار هستش که تمامی خونه‌هایی که بین این دوتا مهره وجود داره رو بیاد سبز رنگش بکنه، که مثلا اینجا یه دونه است اینو بیاد سبز رنگش بکنه، درسته؟ خب سه تا آرگومان ورودی بهش میدیم، بیاند لاین 19 که اسم جی باتنمون هست، 3 و 3 هم شماره سطر و شماره ستونشه، که شماره سطرش 3 شماره ستونش هم 3. اما بریم سراغ تابع ست گرین. توجه داشته باشید چون اینجا ما نوبت بازیکن گرین هست و گت آیکونمون جی آر شده، رفتیم سراغ ست گرین. زمانی که گت آیکونمون بشه بی ال میریم تو تابع ست بلک. این توابع هیچ فرقی با هم ندارن، فقط کلمه بلک میشه گرین و اونم فقط به خاطر ترن ماست دیگه. خب به هر حال هر بازیکنی برای خودش یه رنگی داره دیگه، قطعا فرق خواهد کرد. خب من میام پایین. خب ست گرین و ست بلک این دوتا چون بسیار شبیه به این متد هست، من دیگه نیومدم بنویسمش، برای همین دوباره میام از روی همین متد بهتون توضیح میدم. ببینید شما اومدید شماره ست، بذارید من اینو بفرستمش پایین، شما اومدید شماره ست رو ستون این دکمه رو دادید. خب قرار هستش که چیکار بکنیم؟ قرار هستش که بیایم دکمه های سبز رنگ رو پیدا بکنیم که با این
اون ویژگی که باعث شد که این یه دکمه پیشنهادی باشه رو دارا باشه و بیا تمامی دکمه‌هایی که بین این دوتا هست رو سبز رنگ بکنه. خب شما می دو تا فرم می‌نویسید، حالا مثلا فورتون رو می‌ذارید ام و ان، چون به حال آی او جی ما دادیم بهش دیگه، لازم نیست دیگه آی او جی بگر. ام و ان از 1 تا 8 چک می‌کنید. حالا اگه نوبت بازیکن بلک بود، اگه بلک بودنش رو چک می‌کنید، اگه نوبت بازیکن گرین بود، گرین بودنش رو چک می‌کنید. مثلا الان ما اینجا گرینه، ایف اون دکمه مورد نظر گرین بود، الان ببینید از اینجا تا اینجا فقط یه دکمه گرینه، اونم اینه. خب فرض کنید الان ما به این رسیدیم، یعنی ام و الان یعنی ام و ان مون به این خونه رسیده، ایز گرین، بله گرین هستش. خب حالا بیا چیکار بکن، بیا ببین کدومی که از این چهار تا روابط و این دوتا با هم دیگه دارن. خب کدوم رو با هم دیگه دارن؟ مورب راست رو با هم دیگه دارن، همونطور که مشاهده میکنید مورب راست رو با هم دیگه دارن. توی این حالت شما میاد میگید که خب بیا از آیوجی این بررسی میکنید که کدوم آیوجیش اهم کوچیک‌تره، از اون آیوجی میرید به سمت این آیوجی و خونه‌هایی که بینشون هستن رو پیدا میکنید و اون خونه‌هایی که بینشون هستن رو ستای کنشون رو میزید گیرین. مثلا فرض کنید اگه ما روی این دکمه کلیک قرار بود بکنیم، آیوجیش میرفت توی تابع ست گیرین. خب توی ام و ان هم ما به این میرسیدیم، درسته؟ توی حالت ستونی چک میکرد، میگفتش که شماره ستونهاشون با هم دیگه برابر هم، میگفتیم بله شماره ستونهاشون برابر 5، تفاوت شماره سطحاشون چطور، میگیم بله این شماره سطرش 3، این شماره سطرش 3، اینم شماره سطرش 5، 5 منهای 3 میشه 2. میگیم خب یک فرم مینویسیم که از اینجا بیاد به اینجا. گفتم توی حالت فری باتن گفتم این فور رو چی رو می‌نویسیم، این فور رو که نوشیم تنها تفاوتش اینه ما توی فری باتن می‌اومدیم چک می‌کردیم که آیا تمام خونه که بین اینا هست بلک هست یا نه. اینجا دیگه چک نمی‌کنیم، اینجا اونایی که بلک هستن رو ستای کنشون رو گرین می‌کنیم. و الان من اگه روی این کلیک بکنم دقیقاً داره همین اتفاق اینجا می‌افته. خب اتفاق بعدی که می‌افته که همون خونه هم ستای کنش رو باید گرین بکنیم، چون توی تابع ست گرین این قضیه چک نمیشه. خب توابع بعدی میمونه کلیر هل، چنج ترن، چک ترن، فری باتن و باگر گرین که من الان توضیح میدم. این پنج تا رو همه رو با هم دیگه به قدر اینا ساده سی حد نداره، یعنی سخت ترین متدی که شما فکر کنم، شما اگه فری باتن رو بنویسید تقریبا 80% بازی نوشید، چون ست گرین و ست بلک خیلی شبیه به همونه. فقط میگم تفاوتش اینه که به جای که دیگه چک بکنید که آیا خونه هایی که بین اون دوتا خونه محاصره شدن سبز یا مشکی هستن، فقط کافیه به جای که مثلا اگه تای کن استفاده کنید و بخواید چک بکنید، از ستای کن استفاده کنید و رنگشون عوض کنید، همین. و تمامی این متد ها ببینید چنج ترن چیکار میکنه، چنج ترن میاد اون ترن شما رو نقیض میکنه، همین. چک ترن هم که توضیح دادم گفتم میاد بر اساس ترنتون ست آیکون اون ست تکس اون لیبل مورد نظر ما رو تغییر میده. اما کلیر هلپ، ببینید دوست، زمانی که شما دکمه های پیشنهادی رو میدید و روی دکمه کلیک میشه، همچنان اون دکمه های دیگه حالت خودشون رو دارن. یعنی مثلا من اگه بیام روی این کلیک بکنم، درسته این مشکی میشه، اینم مشکی میشه، اما اینا همچنان به عنوان چهار تا دکمه پیشنهادی برای پلیر مشکی باقی میمونن، در صورتی که باید اینها پاک بشن، نوبت عوض بشه، بشه نوبت بازیکن سبز رنگ و حالا ما دکمه های پیشنهادی برای بازیکن سبز رنگ رو ارائه بدیم. خب میام چیکار میکنیم، میام یه تابه مینویسیم به اسم کلیر هلپ، تمامی دکمه هایی که میام چک میکنیم، میگیم اگر دکمه جت آیکونش بی ال یا جی آر بود، ست آیکونش رو نال کن، همین. برای همینه که من زمانی که روی این کلیک میکنم این چهار تا ستای کنشون نال میشن و یک بار دیگه تابع فری باتن فراخوانی میشه و دکمه های پیشنهادی رو به من میده. اینم از تابع کلیر هل. تابع اند چیکار میکنه، شما یه متغیری انو اینت تعریف کنی به اسم اند، همون ابتدا که همه وریبلای مورد نظرمون رو تعریف کردیم، یعنی ابتدای سورس کدمون که حالا اینجا هستش، ببینید اند. خب اند رو من تعریف کردم روی بیاندرلاین 19 بودیم اگه اشتباه نکنم، همونجا. خب اند رو پلاس پلاس میکنیم. قبول دارید که زمانی که بازی تموم بشه، 4 تا دکمه که به صورت پیشفرض رنگی بود، شما روی 60 تا دکمه دیگه کلیک کردی و در نتیجه 64 تا دکمه رنگی شده. خب ما میایم اند رو پلاس پلاس میکنیم. اگر اند مساوی مساوی 60 شد، به این معنیه که ما تمام اون 60 تا خونه خالی رو الان رنگش کردیم. حالا نوبت اینه که بازی تموم شه، تابع اند رو فراخوانی میکنیم. تابع اند چی هستش؟ تابع اند متدی هستش که میاد میشماره، دو تا فرم می‌نویسید، تو یک فرم میاد خونه‌های سبز، اون خونه‌هایی که گتای کنشون گرین وان شده رو میشماره، توی فرم دیگه میاد خونه‌هایی که
ست آیکونشون یا گت آیکونشون بلک وان هست و میشماره، هر کدوم بزرگتر بود خب همون برنده است. اگه تعداد خونه های گرین وان بیشتر بود، بازیکن گرین پلیر گرین برنده است، و اگه خونه های بلک وان بیشتر بود، بازیکن بلک برنده است. خب تنها و تنها اینجا دیگه چک ترن که میشه دوباره فری باتن اجرا میشه چون کلیر هلپ شده، حالا بعد بازیکن بعدی و برای بازیکن بعدی و خونه پیشنهادی رو بده. فقط میمونه باگر گرین و باگر بلک. دوستو یه لحظه توجه بکنه، توی بازی یه حالتی پیش میاد، مثلا فرض کنید من الان بازیکن گرینم، زمانی که روی این کلیک میکنم و ترن عوض میشه، ترن بازیکن بلک میشه، تمام این مورای پیشنهادی بر بازیکن گرین به وسیله اون تابع کلیر هلپ هم پاک شده و تابع فری باتن فراخوانی شده و داره دنبال این میگره که دکمه هایی رو به بازیکن بلک پیشنهاد بده که بازیکن بلک بتونه اونا رو استفاده بکنه، تو این قسمت ممکنه حالتی پیش بیاد که هیچ دکمه ای وجود نداشته باشه برای بازیکن بلک، یعنی تابع فری باتن اجرا بشه و هیچ دکمه شرایط یک دکمه این پیشنهادی بودن رو نداشته باشه. در این صورت قانون بازی اینه که ترن عوض شه. شما بایستی اینجا همین کارو بکنید. دو تا متد هست. باگر گرین خب برای زمانی که ما دنبال ما پلی نوبت بازیکن سبز رنگه و باگر بلک که نوبت بازیکن مشکی رنگه. چیکار میکنید؟ میاد از به وسیله دو تا فور از ابتدایی ترین خونه تا انتهایی ترین از خونه ابتدا تا خونه انتها رو بررسی میکنید. اگر هیچ خونه ای مثلا اگه نوبت بازیکن گرین دیگه، اگر هیچ خونه ای وجود نداشت که گتای کنش جی آر بشه، ترن عوض میشه. یا بالعکس اگر نوبت بازیکن بلک بود و هیچ خونه ای گت آیکونش بی ال نبود، اینجا بسی ترن عوض بشه. خیلی خوب دوستان، اینم از این دیگه تمومه، هیچ نکته دیگه این نداره که بگم، فقط خلاقیت خودتونه دیگه، باقیش هم نوشتنش باور کنید خیلی راحته. پیاده سازی اینا اصلا اونجوری که فکر می‌کنید سخت نیست. شما به حال یه بار کانکت فور رو نوشتید و آشنا هستید که قطعاً چه جوری باید این بازی رو ساخت. من واقعاً عذر میخوام ازتون اگر هر نقصی داشت این کورس، اگر من قدرتم خوب نبود یا نتونستم اونجوری که باید و شاید کمکتون بکنم، تمام تلاشمو کردم، وقتمم اونم کم بود، جا داره یه عذرخواهی بکنم از اینکه به هر حال الان کانال چند وقتی فعالیت تیممون کم شده، اونم فقط و فقط به خاطر نزدیک شدن به ایام امتحاناست. ما بعد از ایام امتحانات دانشگاهی کلی سورپرایز فوق العاده خوب براتون داریم، کلی برنامه‌های ویژه براتون داریم و چیزایی که اصلا باورتون هم نشه و خودتون رو آماده بکنید برای یک اصلا فصل جدیدی از یادگیری و پر از سورپرایز خواهیم بود. یعنی همین الان هم که ما فعالیتمون کم شده، فقط و فقط تمرکزمون رو امتحانا نیست و داریم تمام اون برنامه‌هایی که می‌خوایم برای شما پیاده سازی کنیم روش کار میشه. تمام اعضای تیم دارن واقعا زحمت میکشن و ما واقعا پر از سورپرایز خواهیم بود. ممنون از اینکه صبور هستید، حمایتمون میکنید، همراه ما هستید و همیشه نظرتون رو به ما میگید و دوست داریم که هم ما پیشرفت بکنیم هم شما. قطعا یک رابطه دو طرفه خواهد بود. هر نظری، پیشنهادی، سوالی، انتقادی، هر چی هست به آیدی @decoder_sup برای ما بفرستید. امیدوارم که دو تا پروژه رو بتونید با موفقیت بسازید، نمره کاملش رو بگیرید و این تم این درس رو پاس بشید. ممنون از اینکه همراه ما بودید. تا دیدار دیگه، حالا شاید کورس دیگه که من بخوام ضبط بکنم. خدا نگهدار.